سرخط مهمترین خبرها موافقه تاجیکستان و قرغیزستان بر سر 43 کیلومتری دیگری مرز حقوق اقلیت ها و وضع در ولایت مختار کوهستانی بدخشان گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد به تاجیکستان می آید و بازی های 19 آسیایی در چین پایان یافت درود بینندگان عزیز برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می شود امروز 9 اکتبر است تاجیکستان خواهان هرچی زود پایان دادن به خشونت ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شد وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر در بیانیه گفت زورآوری را قطعا محکوم کرده برای با اعتدال آمدن وضع طرف را به مکالمه می خواند. مسئولان وزارت از هیچ کشور یا گروه نام نگرفتند. یک روز پیش 7 اکتبر گروه فلسطینی حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد و درگیری دو جانب تا کنون ادامه دارد. رسانه های اسرائیل روز 8 اکتبر گزارش دادند که تلفات این کشور به 600 کس رسیده است. اما تصدیق رسمی آن نیست. مقامات فلسطین درباره کشته شدن بیش از 300 فلسطینی گزارش دادند. با شدت متشنج شدن وضع در خاور میانه که باعث به تلفات جانی میان مردم آسایشته و تخریب شدن مقدار زیادی انشاءات اجتماعی انفراساختاری گشته است، نگرانی عمیق را در تاجیکستان به بار آورد، گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین 43.32 کیلومتر دیگر سرحد موافقه کردند. در این باره دیوان وزیران قرغیزستان روز 8 اکتبر خبر داد. جانب تاجیکستان اظهارات نداده است. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز می رود. اعضای گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان از 3 تا 8 اکتبر امسال در بودکن یکجا کار کردند. دیوان وزیران قرغیزستان گفت که جلسه نوبتی در حدود تاجیکستان می گذارد و جانب ها با معلوم کردن خط باقی مانده سرحد ادامه خواهند داد. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. نمایان ماندن بخشی از سرحد هر چند وقت سبب زد و خوردهای مردم و نظامیان می شود. قرار است 9 اکتبر فرناند ورنس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به اقلیت‌ها یا کم‌شماران با یک سفر آشنایی به تاجیکستان بیاید. با اطلاع چند فعال حقوق انسان، سفر ورنس با هدف آموزش وضع کم‌شماران قومی و دینی در تاجیکستان صورت می‌گیرد و تا 20 اکتبر ادامه خواهد کرد. قرار است این مقامی سازمان ملل متحد با نمایندگان اقلیت‌های قومی و دینی ملاقات کنند. در پایان این سفر او در نشست خبری با سوال خبرنگاران پاسخ خواهد داد. سفر ورینس به تاجیکستان در حال است که اپریل امسال نازیله خانه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد و دکبر پارسال مری لالور گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به واسطه به حامیان حقوق انسان از تاجیکستان دیدن کردند. تاجیکستان برای به شدت سرکوب شدن آزادی ها از جمله حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد سرکوب پرخشونت سال 2022 و حبس حداقل 8 ژورنالیست و بلاگر در یک سال اخیر انتخاب می شود. کارشناس مسائل آسیای مرکزی بریوس پنیر که از جزئیات برنامه سفر ورینس به دوشنبه آگاه است در این باره به رادیوی آزادی هم صحبت شد. آیا جناب ورینس از مقامات تاجیک درخواست ملاقات با زندانی ها را هم کرده است؟ Well, obviously, he wants to meet with representatives of minority groups that are in Tajikistan. He knows. او در تاجیکستان با نمایندگان اقلیت‌ها ملاقات کردنی است و از حالا می‌داند که برخی مشکلات پیش می‌آید. مثلا یک نقشه سفر به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و صحبت با پامیری ها است. برابر با این با نمایندگان قوم لولی یا با مسیحیان می خواهد ملاقات کند. از روی امکانیت می خواهد با نمایندگان حزبی در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی هم دیدار کند. هرچند می فهمد که آنها از صحبت با او هراس دارند. بله، وقتهای اخیر در جامعه مدنی و حتی ژورنالیستان هم یک احساس به وجود آمده است که سفر چنین نمایندگان بسیار بلند سازمان ملل متحد یا دیگر حامیان حقوق در اصل بسیار چیز را حل نمی کند. حتی در مثال برخی مقامداری دیگر سازمان ملل متحد دیدیم که مقامات هم آنها را نه در سطح بلند بلکه در سطح معاونان یا رئیسان شعبه ها قبول می کنند. تا کجا سفر ورنس می تواند در حل مسائل مشخص نتیجه بخش باشد؟ Well, you know, you're right. Obviously, the UN is not in a position where it can force governments to change their policies.
حق به جانب شماست، ولی سوی دیگر سازمان ملل توانی تغییر سیاست دولت را ندارد. ولی با وجود این، آن چی بد نیست که یک گزارشگری ویژه سازمان ملل سال سیوم است می تواند وارد کشور شود و جامعه بین المللی در باره وضع این کشور گزارش دهد. بازی های 19 آسیایی که با اشتراک زیاده از 10,000 ورزشکار از گوشه های گوناگون جهان در چین برگزار شد، شام 8 اکتبر به پایان رسید. منتخب چین با 383 مدال جای اول را صاحب شد. منتخب ژاپن جای دوم و منتخب کره جنوبی جای سوم را گرفت. دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها با 2 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنجی در بین 45 کشور در جای 24 است. از ترکمنستان پیشتر، ولی از ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان پایین تر. با ورزشکاران تاجیکی در بازی های 19 تابستانه آسیای نشان طلا گرفتند، جایزه پرزیدنت تاجیکستان یعنی 150,000 سومانی داده خواهد شد. برندگانی نشان نقره 100,000 سومانی و صاحبانی نشان برنجی 50,000 سومانی خواهند گرفت. اینچنین با قرار شهردار دوشنبه به آنهایی که در این بازی ها برنده مدال طلا شدند، خانه 3 حجرگی، مدال نقره 2 حجرگی و مدال برنجی منزلی 1 حجرگی تقدیم می گردد. 6 اکتبر سال 2010 در مغازه زمیمه های اپل ستور شرکت اپل اینستاگرام به فروش برآمد و این روز تولید این زمیمه شبکه اجتماعی دانسته می شود. حالا در تاجیکستان بیشتر جوانان به این شبکه اجتماعی علاقه‌مندی دارند. همکارانمون اسکندر فیروز و امیر ایسایف از ساکنان دوشنبه پرسیدند که چرا اینستاگرام رو دوست می‌دارند و همروزه چی مقدار وقت برای تماشای آن صرف می‌کنند. وقتی من اینستاگرام سوسر از دیگر چیزا، مسنجر ها، از فیسبوک هم، از توییتر هم، اینستاگرام سوسر رو نکه من استفاده نمی‌برم. تو پاپولار اینستاگرام یا فیسبوک؟ اینستاگرام. برای سایتوش خوبه، چیزای مدنی داره. حدیثه ها بسیارتر خوز همین میداروی اینستاگرام و اصلا پرویستیوی و اصلا چی می برود؟ اواری ها، خبر ها هست. یا پریورژنس فیسبوک ها پا بولشی چستی. یا بولشی و اینستاگرام. دوره نخی پیرانسو بسیار برای خبر و گوش میکنه. فیسبوک. خبرو را از کجا میگیرید؟ فیسبوک. اینستاگرام کامتر. از تلفن ها همه چیز زبانوک میتیم، زبانوک قبول میکنیم تموم. В ленте выходят те страницы информации, на которые я подписана. А в Фейсбуке там каждый мой друг чем-то делится, там столько всего информации, что я даже не успеваю, какие-то новые выходят. Нет, ну в общем, там... Там все в одном месте, там одна большая куча, можно сказать. Инстаграм больше как этот идет, как видеорилсы, которые как бы легче там просто не читать, да, просто просматривать, вот. بخشی یک روزی تاریخ رو همکارمون خیرومان بخوزاده تقدیمتون میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روزی 9 اکتبر رو فرا میگیرد. روز 9 اکتبر سال 892 در دهه شیرآباد ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان امروزه ابو عیسی محمد ترمیزی درگذشت که از دانشمندان بزرگ اسلام و گردآورنده حدیث و فقیه فارس و تاجیک دانسته می شود. باور می رود که این زاده ترمیز و شاگرد امام بخاری 68 سال عمر دیده تصنیف حدیث ها را موافق موضوع به انجام رسانیده است. الجامع و کتاب التاریخ از معروف ترین اثرهای او به شمار می رود. مقبره امام ترمیزی در شیرآباد زیارتگاه مسلمانان بوده، مسجد مرکزی دوشنبه به نام او گذاشته شده است. 9 اکتبر سال 1877 زادروز عبدالواحد منظیم از معارف پروران نسل اول بخارا می باشد. منظیم همگی 57 سال عمر دید و رسالتش را در تبلیغ علم و معارف زمانوی تعلیم سواد برای قشر وسیع بی‌بزاعت بخارا می دید. او سال 1908 در کنار دیگر همفکران از جمله صدرالدین عینی در حوالی خود اولین مکتب اصول نو یا جدیدیه را باز کرد. این مکتب که تنها یک سال کار کرد توانست در ذهن سنتگرای امارت بخارا انقلاب فکری ایجاد کند. شروع از سال 1969 هر سال 9 اکتبر چون روز پوچته تجلیل می شود. سازمان ملل متحد می گوید این سنه به خاطر مساعدت در پیشرفت کاری ارسال نامه و مراسلات ایجاد شده است. در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نفر در ساحه پوچته کار می کنند که با ارسال نامه و پول دارو و تحفه ها به کنج و کنار عالم سهم خود را در ارتباط میان انسان ها می گذارند.
صبح امروز در بانکوی تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 109 سومونی برابر است و 100 دلار آمریکایی باشد 1097 سومونی ارزش دارد. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامونه رادیوی آزادی با نشانی ozodi.org و آزادی موبی پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتان.